به نام خدا، بهرامی هستم، کارشناس پرستاری مرکز مهارت‌های بالینی و با بحث پانسمان و بانداج در خدمتتون هستم. پانسمان پوششیه که روی زخم برای حفاظت از زخم قرار میدن و این پوشش کمک میکنه به پیشگیری از خونریزی، عفونت، حفاظت زخم و بهبود هرچه سریعتر و بهتر زخم. همیشه به خاطر داشته باشیم که برای انجام هر پروسیجری بالای سر بیمار باید وسایل رو از قبل آماده کنیم و اونها و کاربردشون رو بشناسیم. وسایلی که برای پانسمان لازمه باید هست از پک پانسمان، پک استریل پانسمان، گاز که شامل گاز استریل، گاز غیر استریل، سرنگ برای شستشو، بانداج، چسب، پنبه الکل، محلول های شستشو و وسایل محافظتی شامل دستکش، دستکش غیر استریل، دستکش استریل، عینک و ماسک. عینک و ماسک برای زمانیه که ما احتمال میدیم که ترشحات بیمار آلوده باشه و یا اینکه خودمون منبع آلودگی باشیم و بخوایم به بیمار انتقال بدیم. سرنگ شستشو برای مواقعیه که زخم عمیقه و با پنس پنبه نمیشه زخم رو شستشو داد. برای هر پروسیجری بر بالین بیمار لازمه که از قبل دستامون رو بشوریم. این دست شستن دست شستنی نیست که توی اتاق عمل برای عملهای جراحی استفاده میشه. دست شستن به این صورته که زیر شیر آب 20 ثانیه دستمون رو به صورت دورانی، بعد لای همه انگشتا با ماده که برای شستشو استفاده میشه و توی بیمارستان‌های مختلف پروتکل‌های مختلفی داره، دستمون رو تا اینجا 20 سانت بالاتر از مچ دست میشوریم. بعد خشک میکنیم. بالا سر مریض که حاضر میشیم، اولین کاری که میکنیم خلوت خصوصی مریض رو فراهم میکنیم. اگه لازم باشه، اگه تخت بغل باشه، پرده پاراوان رو میکشیم، پرده ها رو میکشیم و فقط اون قسمتی که ما باهاش کار داریم در معرض نمایش قرار داده میشه، نه تمام قسمت‌های بدن بیمار. خودمون رو به بیمار معرفی میکنیم و هدف از انجام کاری که داریم براش میگیم. سلام آقای احمدی، من بهرامی هستم، پرستارتون و میخوام محل جراحی شما رو پانسمان کنم. آقای احمدی، میخواستم زخمتون رو ببینم چجوریه، چه پانسمانی باید براش انجام بدم. با اجازهتون لباساتون رو در میارم. باید فقط اون قسمتی که قراره در معرض دید باشه اکسپوز کنیم. خب. این مرحله یه ارزشیابی زخم رو میکنم، پانسمان رو نگاه میکنم، ببینم که ترشح زیاد نداشته باشه، خونریزی زیاد نداشته باشه، ترشح چرکی نداشته باشه. اگر این موارد بود، به وضعیت بالینی بیمار تاثیر میذاره و باید اطلاع داده بشه. برای برداشتن پانسمان قبل باید چسب و کنده بشه. اگر دیدیم به مشکل برخوردیم، چسب روی پوست بیمار چسبیده و جدا کردنش مشکله، یا اینکه موهای بدن مریض زیاده و به موهاش چسبیده و با کندن این مریض دچار درد میشه، از پنبه الکل استفاده میکنم. پنبه الکل خاصیت چسبندگی اینو از بین میبره و جدا کردن چسب رو راحت تر میکنه. برای کندن چسبم در جهت رویش موهای بیمار چسب رو میکنیم، نه در خلاف جهت. این زخمیه که از قبل پانسمان شده، ولی اگر زخمی باشه که ما برای بار اول باهاش مواجه میشیم، ارزشیابی شامل اینه که زخم چه نوع زخمیه. زخم ترماست، زخم گاز گرفتگی حیوانه، که در اون صورت باید اولین کاری که بکنیم شستشوی زخمه و مراقبت های دیگه مثل آمپول کزاز و غیره. خب. برای دفع زباله ها بر اساس پروتکل بیمارستان عمل میکنیم و مواد دفعی رو طبق پروتکل بر اساس رنگ پلاستیک دفع میشه. خب. وسایلمون رو آماده میکنیم.
اول پگ رو یه ارزیابی میکنم، چسبی که روی پگه این نشون میده که این پگ ما به اتوکلاف فرستاده میشه. از کجا میفهمیم؟ از روی این خطایی که روی چسبه. اگر این خطا رنگش تیره بشه، نشون دهنده اینه که پگ ما داخل اتوکلاف رفته و تغییر رنگ داده. تاریخ مصرف هر پگم روش درج شده، تاریخش هم چک میکنیم، بعد پگو باز میکنیم. برای باز کردن پگ ابتدا چسب پگ رو باز میکنیم، بعد همونطور که توجه میکنین هر قسمت از پگ یه قسمتش هست که تا خورده و برگشته. در واقع این برای اینه که دست ما با داخل پگ که قرار استریل بمونه در تماس نباشه. اول قسمت بالایی، بعد طرفین، دستم با داخل پگ در تماس نیست، طرفین و قسمت پایین. مرحله بعد پوشیدن دستکشه. دستکش بر اساس نوع زخم و نوع پانسمانی که قراره انجام بشه متفاوته. اگر پانسمان ما پانسمان استریل از دستکش استریل که سایزهای مختلفی داره، ولی معمولا سایز 7.5 سایز مدیومه که بیشتر استفاده میشه، و دستکش غیر استریل که برای پانسمان های تمیز استفاده میشه. روش پوشیدن و باز کردن دستکش استریل برامون مهمه. یه قسمتی بالای دستکش هست که برای باز کردن دستکش استفاده میشه. دستکش رو میتونم به این صورت باز کنم و داخل پگ بندازم، یا اینکه یه سطح صاف باز کنم و بپوشم. من برای اینکه پوشیدنش شما ببینید یه سطح صاف باز میکنم. از این به بعد داخل این قسمت برای من استریله و دستم به هیچ وجه باهاش در تماس نیست. این دستکش قسمت لفت داره، یک قسمت رایت داره که هر کدومو در جای مناسب خودش قرار میدم. مثل پگ این هم یک قسمت تا شده به طرف بیرون داره که میتونم آن استریلش کنم، ولی دستم با بقیه قسمت ها نباید در تماس باشه. از قسمت تا شده بازش میکنم. تنها جایی از دستکش که دست من میتونه باهاش تماس پیدا بکنه این قسمت دست قالبه، قسمتی که به بیرونه. دستکش رو پوشیدم، این دستم استریله، دستکش استریله، با دست قالبم با قسمت داخلی سر دستکش که به تا شده تماس پیدا میکنه به این صورت. حالا میتونم این دستکش رو بپوشم. از این به بعد دستم استریله، میتونم به این قسمت های دستکش بزنم. وسایل داخل پگ شامل پنس، گاز، گلیپاد، پنبه و رسیور. گلیپاد در واقع برای ریختن محلول شستشو استفاده میشه، و همچنین رسیور برای مواقعی که از سرنگ شستشو برای شستن زخم استفاده میکنیم، برای جمع‌آوری ترشحات، یا در موارد خاص برای موارد دیگه هم استفاده میشه. برای ریختن محلول شستشو داخل گلیپاد، من اگر همکارم در دسترس باشه ازش خواهش میکنم که با فاصله 20 سانتی متر از پگ برای من محلول شستشو رو بریزه، ولی اگر همکارم در دسترس نبود میتونم دست غیر قالبم رو آن کنم و محلول رو داخل گلیپاد بریزم. الان من از همکارم خواهش میکنم که برای من محلول شستشو رو داخل گلیپاد بریزم. این دستی که قراره با مریض کار بکنم به هیچ وجه دیگه تماس مستقیم با پگ نمیدم.
در حین اینکه میخوام زخم رو شستشو بدم، میتونم یه ارزیابی دیگه از زخم داشته باشم. یه شامل ترشحاتشه، ترشحات چرکی، خونی و روند بهبودی زخمه. و همچنین اگر زخم عمیق بود، از بتادین برای شستشو استفاده نمی کنم، چون ترمیم زخم رو به تأخیر میندازه. برای شستشوی زخم روش های مختلفی وجود داره، یا از بالا به پایین و از هر طرف پنبه یک بار، یا از داخل به خارج، یا به صورت دورانی باز هم از مرکز به اطراف و از هر طرف پنبه یک بار استفاده میشه. در مورد پنبه هم باید بگم که تا اونجا که بشه از پنبه استفاده نمیشه، یا در مواردی که احتمال میدم پنبه پرزای پنبه به زخم بچسبه و خود اون باعث آلودگی بشه استفاده نمی کنم. و همچنین پنبه رو روی زخم نمیذارم و بعد زخم رو پانسمان کنم، چون ممکنه به ترشحات زخم بچسبه و جدا کردن اون مشکل باشه. الان یک بار برای شستن زخم از بالا به پایین و از هر طرف پنبه یک بار استفاده می کنم. از هر طرف پنبه یک بار استفاده شد، پنبه رو دور می اندازم و از یک پنبه دیگه استفاده می کنم. ادامه زخمم رو از هر طرف پنبه یک بار از بالا به پایین زخم رو شستشو می دم. یا میشه این شستشو به صورت دورانی از مرکز به اطراف و از هر طرف پنبه یک بار. از مرکز به اطراف و از هر طرف پنبه یک بار. برای زخم‌های غیر عفونی از این روش شستشو استفاده می‌کنیم، ولی اگه زخممون آلوده بود، ما اون قسمت آلوده رو به صورت جدا، یعنی از مرکز به اطراف یا از بالا به پایین شستشو میدیم و قسمت غیر عفونی رو در مرحله بعد جدا از مرحله عفونی به همین صورت شستشو میدیم. بعد که خود قسمت زخم رو شستشو دادیم، اطراف زخم رو هم به همین صورت، از بالا به پایین از هر طرف پنبه یک بار از بالا به پایین از هر طرف پنبه یک بار. در مرحله بعد زخم رو خشک می‌کنیم، چون خود مرطوب بودن زخم می‌تونه منبع خوبی برای رشد میکروارگانیسم‌ها باشه. اول خود زخم می‌تونم فقط تبش کنم. برای اینکه مسلط تر باشم، گاز رو میتونم با خود پس تا کنم. از هر طرف گاز یک بار. پس برای شستن زخم همیشه از قسمت تمیز به طرف قسمت آلوده میریم که آلودگی رو به قسمت تمیز منتقل نکرده باشیم. از هر طرف گاز یک بار استفاده میکنم. برای قرار دادن گاز روی پانسمان، بستگی به نوع زخممون، نوع گازمون، تعداد گازمون هم فرق میکنه. اگه زخم من احتمال خونریزی داره، احتمال اینکه ترشحاتش زیاد باشه، از تعداد گازهای بیشتر استفاده میکنم و تعداد چسبی هم که میزنم بیشتره. اگه موضع زخم بزرگ بود، میتونم گازها رو باز کنم، ولی باید توجه داشته باشم که قسمت پا
پرز گاز به طرف بیرون باشه. بعد از خوش کردن و قبل از قرار دادن گاز اگر لازمه محلولی پومادی استفاده بشه استفاده میشه. از اینجا به بعد رو میتونم به صورت غیر استریل و تمیز کار کنم. دیگه با پک کاری ندارم، میتونه آن استریل بشه برای درآوردن دستکش از این قسمت که آلوده شده میگیرم، دستم باهاش در تماس نیست، دستمو میارم داخل برای حفاظت خودم. این دستکش رو هم طبق پروتکل بیمارستان دفع میشه. گاز آخر رو برعکس پرزا به سمت داخل. گفتم تعداد گازهایی که میذارم بر اساس نوع زخم فرق میکنه. خانسمان ما اینجا تموم شده. مریض رو در وضعیت راحتی قرار میدم. به نوار پیچی و باند پیچی عضو بانداج میگم. بانداج برای نگهداری ثابت کردن عضو، برای کنترل خونریزی، برای ثابت نگه داشتن پانسمان، برای جلوگیری از تورم و برای حمل مصدوم استفاده میشه. انواع باند بر اساس محلی که قرار بانداج انجام بشه متفاوته. در این قسمت میخوایم بانداج پاشنه پا رو براتون به نمایش بذاریم. متداول ترین بانداج باندی که استفاده میشه باند کشیه. چند نکته هست که باید در بانداج رعایت بشه. اول اینکه بانداج رو از قسمت باریکتر اندام به قسمت پهن‌ترش انجام میدیم. دوم اینکه قسمت انتهای اندام باید بیرون باشه برای چک عصب، خونرسانی و حرکت عضو. و همچنین نکته دیگه‌ای که باید رعایت بکنیم اینه که عضو به هر صورتی که قرار بانداج بشه به همون صورت باید نگه داشته بشه. این اگه قرار آرنج رو به صورت خم بیمار نگه داره به همون صورت بانداج میکنیم، نه اینکه آرنج صاف باشه صاف بانداجش بکنیم بعد از بیمار بخوایم که اونو خم نگه داره. میریم سراغ بانداج پاشنه پا. برای هر نوع بانداجی ابتدا یک قسمت پایه لازم داریم. قسمت پایه به این صورته که باند رو به صورت یک یا دو دور به صورت صاف میبندیم و بعد باند بعدی که میخوایم ببندیم با زاویه نسبت به باند اول. این بانداج در واقع بانداج ایت پاشنه است که برای بقیه مفصل هم استفاده میشه. باند اولی که زاویه دادم بعدی رو به صورت ضرب در روی باند اول میارم. برای مرحله بعد بانداج اول رو موازی با باند اولی که انجام دادم به طوری که دو سومش رو بپوشونه و یک سومش بیرون باشه. به همون صورت دومی رو موازی با دومی دو سومش رو بپوشونه و یک سومش بیرون باشه. توی این مرحله اگه قراره پاشنه پا هم بانداج بشه باند بعدی رو از روی پاشنه میارم. به همون صورتی که رفتیم دومی رو موازی با قبلی دو سوم پوشیده و یک سوم بیرونه. توی این مرحله میتونم
قسمت انتهای باند که مثل ابتدای باند یک یا دو دور به صورت صاف باند رو میبندیم ببندیم. برای فیکس کردن باند میتونیم از کلیپسایی که خود باندها دارن یا اگر مریض با کلیپس راحت نبود یا در دسترسمون نبود از چسب استفاده کنیم. الان که باند انجام شد میتونم خونرسانی به قسمت انتهایی رو چک کنم. با دست انگشت پای مریض رو فشار میدم، سفید میشه. بعد از چند ثانیه، اگر بعد از 3 ثانیه دوباره به رنگ طبیعی یا به هم به رنگ صورتی برگشت، متوجه میشم که عروق تحت فشار نیستم و خونرسانی انجام میشه. از مریضم راجع به درد میپرسم که اگر بانداش سفت باشه ممکنه که باعث دردش باشه. باند رو نه اونقدر سفت میبندم که خونرسانی انجام نشه، نه اونقدر شل که به راحتی بیفته. برای بانداج شانه مثل سایر انواع بانداج، اول یه سطح اتکای سطح پایه لازم داریم که سطح پایه قسمت فوقانی بازوه. برای بانداج قسمت رول باند داخل دست و قسمتی که قرار روی بدن بیمار باشه به این صورت که بتونه راحت توی دستم بچرخه. و اگر باند شما باندیه که قبلا استفاده شده، اول رولش میکنید بعد توی دستتون میگیرید. خب قسمت اتکا یا پایه من قسمت فوقانی بازوه، یکی یا دو دور میپیچم. بعدیو از روی سینه میارم، از پشت ردش میکنم، بازم اگه لازم باشه دور بازوش میپیچم و این قسمت رو با استفاده از کلیپس ثابت میکنم. پس یک یا دو دور دور بازو از زیر شونه رد میکنیم، یک یا دو دور دور شونه میپیچیم و روی بازو ثابت میکنیم. برای بانداج سر از یک نوع دیگه باند که باند کشی نخی است استفاده میکنیم. مثل سایر انواع بانداج ها اول یه سطح اتکا داریم که یک یا دو دور به صورت مستقیم دور سر میپیچیم. بانداج سر در واقع بیشتر برای نگه داشتن پانسمان استفاده میشه. مرحله پایه رو که انجام دادیم، در این مرحله باند رو تا میکنیم، میچرخونیم در واقع دور سرش. به این بانداج بانداج رفتی برگشتی میگن که برای نوک انگشتان هم استفاده میشه. پشت سرم همینطور. اگه بیمار میتونه همکاری کنه، ازش میخوام که دستش رو بذاره روی این قسمت باند. اگر اما همکارمون در دسترسه، ازش خواهش میکنیم که باند رو برامون نگه داره. پس به جلو که میرسیم یه تا، یا به عقب که میرسیم یه تا روی باندمون میزنیم که همه جای سرش رو بپوشونه. خب تو مرحله بعد دوباره دور سر که این باندایی که به صورت رفتی برگشتی رفته حمایت کنه. قسمت انتهای باند رو هم با چسب فیکس میکنیم. خب. یا میتونیم از سرجی فیکس برای حمایت بیشتر بانداجمون استفاده کنیم. سرجی فیکس میتونه جای بانداش هم استفاده بشه. میتونستم بانداجمو انجام ندم، فقط روی پانسمانم از سرجی فیکس استفاده کنم.
بعد این بانداج دست هم مثل سایر انواع بانداج، اول یه سطح اتکا لازم داریم، قسمت انتهایی عضو به سمت بیرونه و رول رو هم به این صورت میگیرم که توی دستم راحت بچرخه. خب بعد از یک یا دو بار زاویه میدم به قسمت صافم، برمیگردم روی این قسمت اول به صورت ضرب در. طبق همیشه به موقعی که به مفصل میرسم از بانداج اید استفاده میکنم. باند بعدی موازی با باند اولی که زاویه دادم، یک سوم بیرون، دو سوم پوشش و بعدی رو موازی با باند دوم، یک سوم بیرون، دو سوم پوشش، در انتها هم باند رو ثابت و فیکس میکنم. بعد از فیکس کردن این، خونرسانی اندام انتهایی هم چک میشه. برای کنترل خونریزی از بانداج فشاری استفاده میکنیم. اولین کاری که میکنیم اینه که عضوی که خونریزی میکنه رو بالا قرار میدیم. اگر مریض همکاری بکنه ازش میخوایم که این کار رو انجام بده. اگر قادر به همکاری نیست خودمون دستش رو بالا میبریم، عضو رو بالا میبریم. در مرحله بعد اعمال فشار است که من این کار رو با قرار دادن تعداد زیادی گاز انجام میدم. مرحله دوم که بازم اعمال فشاره و برای ثابت کردن گاز هاست، بانداج برای بانداج من از باند نخی کشی استفاده کردم. بعد از یک یا دو بار بانداج من این باند رو میچرخونم، پیچش میدم برای اعمال فشار بیشتر و با قرض وسط تا میزنم. در انتها هم ثابت میکنم، با استفاده از چسب فیکسش میکنم. از مریض میخوام که دستش رو همینطور بالا نگه داره، یا اگر قادر به همکاری نیست از وسایل کمکی برای این هدف استفاده میکنیم و همچنین از کمپرس یخ به تناوب و هر بار به مدت 20 دقیقه استفاده میکنیم. امیدوارم مطالبی که خدمتون ارائه شد براتون مفید بوده باشه و بتونین ازش استفاده لازم رو ببرید.